گفته اگر غلظت یون هیدرونیوم و مولکول یونیده نشده یک اسید در محلولی از آن در دمای معین به ترتیب برابر یک مقدار و یک مقدار دیگه مول بر لیتر باشه، ثابت تعادل یونش این اسید کدام است؟ بچه من قبل اینکه اصلا بخوام سوالو حل کنم باز یه باکس کوچیک درس بدم. من تو اسید و باز دانش آموزام با باکسای کوچیک میبرم جلو. نگاه کنید شما، یادتون نره همیشه غلظت هاش مثبت در اسیدهای تک ظرفیتی، اسید تک ظرفیت معمولا هم همیشه تک ظرفیتی میدن، مگه اینکه مثلا تک ظرفیتی نباشه و بگه فلان اسید، برابر با ام آلفا. و از طرف دیگه اسید یونیده نشده میشه ام من های ام آلفا. به این ام من های ام آلفا میگن اسید یونیده نشده یا باقی مانده، بهش میگن غلظت تعادلی اسید هم میگن. شما یه رابطه داشتی کای آ مساویه با غلظت اچ مثبت به توان دو تقسیم بر ام من های ام آلفا. ببین دانش آموزی که اینو میدونست، میدونست که آقا اسید یونیده نشده همین ام من های ام آلفا، یعنی سوال حل شد. کایاش هم میخواد ازمون، به جای کایاش میذارم اینجا کای آ. هاش مثبتش میگه غلظت هیدرونیومش 5.5 ضرب در 10 به توان من های 4، یعنی 5.5 ضرب در 5.5 ضرب در 10 به توان من های 4 ضرب در 10 به توان من های 4، به توان 2 باید برسه دیگه. و از طرف دیگه اسید یونیده نشده یعنی همون ام من های ام آلفا 2.5 ضرب در 10 به توان من های 2 مون زحمت محاسبه. اگر به 5 بزنیم بابا رو میشه 1.1، این بابا میشه نیم. باز اگر به 5 بزنی اینو میشه 1.1، این میشه چقدر؟ 1/10. 1.1 تو 1.1 دو تا 11 تا میشه 121 دیگه، یه رقم دیگه عقب میشه 1.21. 10 به توان منهای 8، پایینم 10 به توان منهای 3. 10 به توان منهای 3 بیاد بالا میشه مثبت 3، 10 به توان منهای 8 هم که بالا رو هم میشه 10 به توان منهای 5. گزینه 3 جواب.